Knock, knock. Who's there? Your nightmare. درود به همگی گایز، به چنل پوریا پوچک، بزرگ مرد کوچک، خوش آمدید. امیدوارم روز خوبی رو سرشار از عشق و انرژی مثبت بوده داشته باشید. حالتون چطوره سکسی ها؟ چقدر دوستتون دارم، من ریدم تو کله کسی که بدتون رو میخواد، ریدم تو اون کسی که بهتون انرژی منفی میده، ریدم دهنش کسی که دشمنتون، کسافت ابله اون کسی که دشمنتون. ویدیو امروز در مورد دوانویسای ایرانی آجی. انقدر من این دوانویسی رو دوست دارم خیلی وارد این بحث میشم. کلی ویدیو جدید آماده کردن در مورد دوانویسای ایرانی. بریم ببینیم کدوم دوها تاثیرگذارتره. لایک، کامنت، ساب اف یو وانت. اگه اف یو دونت وانت، حالا چشت عشق من. بریم ببینیم. شروع میکنیم ببینیم چی به چیه و کی به کیه. لتس گو. نام خدا با عرض سلام، درویشم هستم. علیبر 402. مدام یوتیوب. این قصال خونه خب میبینید درش رو گرفتن جوش کردن، یعنی بده جوش زدن که دیگه هیچکی نتونه بره داخلش و بیاد بیرون. و توی این قصال خونه چند نفر خب آسیب خیلی بدی دیدن، اجنه رو دیدن و کارشم تیمارستان رو روانی شدن و دو تا شمات خودکشی کردن. بدی بشر و خب این قبرستان طوریه که وقتی که مادر دفن کنن بعد از چند روز مرده، خب یا خب حالا میبینید داخله درش که معلومه، خب جنه پنجره میبینید. حالا از اون برم متونشون میدم. شب اومدم اینجا شیشه شهری برای 402 و این شب ویدیوشو کامل داخل کانال یوتیوبیه و کلینه این گذاشتم و شب قراره بره استاده تونستم اینجا رو پاکسازی کنم. تک تنها اومدم، صدای پای از صدای شیعه و صدای نامه خیلی بشر نکیم چیز شدم ویدیوشو ببینم، احساس کردم شاید واقعی باشه. واقعا چرا در اونجا رو جوش زدن که توش چهار تا سگ دزده میخواد چیکار کنه؟ البته شاید جوش زدن بی خانمان ها نرن توش بخوابن، اینم هست. با یه حرکت خیلی ساده میخوام بهت نشون بدم که تو ناخودآگاه چه خبره. ببین اگه میخوای یه چیزی بفهمی تو ناخودآگاه، یک باور یا یک احساس رو داری، دستتو به این شکل حلقه کن، صفر کن. خب این تست عضله بهش میگن، تست عضله برای ناخودآگاه. و این یکی دستتو این شکلی کن، بکن تو این، اینو صفر نگه دار، نه خیلی صفر نه خیلی شور، در حدی که این نتونه اینو باز کنه. با هر جواب بله، با هر جواب بله دقت کن به این شکل، با هر جواب بله سعی کن اینو باز کنی و بگی بله، سعی کن بازش کنی. وقتی سعی میکنی باز کنی، اگه دست صفر بود یعنی جواب مثبت، و وقتی میگی نه ناخودآگاه باید این باز بشه. وقتی میگی بله ناخودآگاه باید این صفر باشه. وقتی میگه نه ناخودآگاه باید باز بشه. بله بله چند بار بله اونا رو تست کن و بعدش بله میتونی بله چیزایی که نمیدونی رو بپرسی، باورایی که نمیدونی. مثلا من خودم دوست دارم اگه صفر باشه جواب میشه بله، اگه جواب شل باشه میشه نه، خودت دوست نداری. با این تست میتونی اون چیزایی که تو ناخودآگاه آجی واقعا باز شد. من خراب میشه دیگه، من نازم، من خشک بعدی برگ مرگار کنده ریزه. این ماشین صندلیشو باز کردیم، دیدیم زیر صندلی تو پلاستیک باز کردیم، نمیدونم دعای تلس به نظر من براش آرزوی سلامتی کردن. دعا رو نباید کاریه زیر صندلی دعا براش نمیزی دیگه. بابا هنوز درگیر این خرافات این شما برایم. این نمیتونه نخ باشه برایم. کیف ولکن انت ساحر. بسم الله الرحمن الرحیم. میدونی چرا نمیتونه نخ باشه؟ چون اینجوری داره میره. بعد دارو از کجا داره این نخ رو میکشی؟ خب جنه جارو میخواد چی کار؟ گلو سنگ رو شاید میخواد. بسم الله الرحمن الرحیم. وای وای دیگه نخ نیست، رایم اختفت. اگه جرعت داری نور بنداز ببینیم اون پشت. پشمام خیلی باحال بودا این ویدیو. بچه ها برای من حتی اونایی که حسم میکنم الکیان جذاب، به خاطر اینکه نوع دید خیلی مهمه. تو داری به عنوان انترتینمنت و حال میبینی دیگه، حالا بعضیش واقعا میترسم. چرا حافظت از یادت بره؟ من تو خواب میترسم، من حضرت ازرائیل و حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل رو میبینم. من تو خوابم طرف خودش اعدام میکنه، من متوجه میشم. الان قسم نمیخورم ناپاکم. چرا ناپاک باشی؟ از جن من اذیت میکنه، من فرشته ها رو میبینم.
شاعر راست باشه، نمیتونیم قضاوت کنیم. با سلام و درود خدمت شما را از قصد عزیز و دوستداران سفینه علم، امروز یک دستور بسیار مجرب با 7 عدد فلفل سیاه دیگه هر کی میخواد عاشق خود عطاری هم وجود داره و 7 عدد کاغذ سفید کوچک که روی هر کدوم با قلم قرمز خودکار قرمز ماجی قرمز می‌نویسین قاف. هر ساعت هر روزی می‌شود بدون اسراف بدون تحصیل بسیار آسونه دوستان. یک دونه فلفل رو داخل یک کاغذ می‌ذارید، تو هر ساعتی هم میشه، یه آتشی درست می‌کنید یا روی گاز یا روی اسفندود کن فرقی نداره، یا روی زغال اینو تا می‌کنید، میگید به حق قاف فلانی زایده یه فلانی رو به من برسان، اسم معشوقتون و مادرشون میارید، میندازین داخل آتش، اولی تموم شد دومی تموم شد سومی، هر ساعت ببخشید خیلی قدرتمند دوستان. جهت ارتباط بنده 0900 نه شماره شو بکن یا خدا داشت گفتش شماره نمیدونم، من به این چیز اعتقاد ندارم. این شکلی راست باشه نوشته سر کتاب قرآنی و موکل، موکل که قطعا اعتقاد دارم ولی زنگوشتر موکل دار. یا خدا یا خدا یا خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. هر وقت این اومده دستام داره میلرز، بازش کردم با مشکل باتری اومد، زیر LCD اینو دیدم. بابا وقتی میخواین کادو بگیرین ها خیلی مراقب باشین. چه دعاییه تو سینه سمت راست ما کاسبا وقتی بازارمون خراب میشه مجبوریم تو مغازه شاش بپاشیم، اینو فقط کاسبا میفهمن، دلیلشو برام کامنت کن. عشقم اون چیزی خراب باشه دیگه باید برشکسته میشه. دست نزن دست نزن، مگه نمیدونی حتی دست دادن به این استخونا میتونه خطرناک بشه؟ خیلی از ساحرها، خیلی از کسانی که تلس میزنن، دعا مینویسن، رو همین استخونا کارشون رو انجام میدن و دست بهش میزنی باعث میشه اون انرژی منفی بهت منتقل بشه. خیلی باید مراقب باشی. یه ساحره که روی استخونه کاری رو انجام میده نمیاد بذار من وسط عموم یه جایی میذاره فکر جنم بهش نمیده. تست فعال بودن چشم سوم، تو این ویدیو میخوام بهت بگم آیا چشم سومت فعال هست یا نه. وقتی ادیت انقدر قوی میشه من این آقا هم نمیخوام قضاوت کنم، حالا انقدر قوی نه، وقتی ادیت میشه موزیک ترسناک میاد خوش 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 میره، حس واقعی بودن از من میگیره، یعنی حس بلاگریه. چون اصلا به نظر من یه کسی که واقعا این کار میکنه، یکی اینکه عمرن نمیاد تو اینترنت آموزش بده، دو اینکه اصلا کاراش پولی نیست، اینایی که خیلی خفنن. خیلی سختم قبول یه کاریو میکنم، یه تهش اینه که یه کفاره ای کاسه قدیمیه که توش یه سری علائم و نشانه ها هست. علامت یک چشم اینجا هست، به مدت 3 ثانیه به این علامت خیره شو. 1 2 3 حالا این ویدیو رو لایک کن که بازی بریم فرکانس بشی. کاجی دوست دارم، به خدا قصی بهترم نداره، ولی لایک کن هم فرکانس دیگه، یعنی معروم به فاز بلاگیری داری به این قضیه. این قضیه خیلی مهمیه. استخدام جن دوستان، این جن بسیار قدرتمنده و شما رو در امورات محبتی و آینه بینی روی بچه برای یافتن گمشده کمک میکنه. به مدت 7 شب ریاضت کامل میگیرید و هر شب قبل از خواب تحسین و اضراب عمار رو انجام میدید. داخل ویدیو سنجاق شده آموزشش دادم، با تفسیری زلزله و آیت الکرسی انجام میدید اسراف و تحسین و موقع خواب خیلی سیستر... از چیزها با آیت الکرسی انجام میشه. بچه حالا فکرید چرا من اینقدر حفظم؟ 15 مرتبه میگید خیفوراش. خیفوراش. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. آینه ها بزرگترین خطر برای خانم هاست. آینه ها بزرگترین خطر خانم برای خانم هاست. خانم از حمام میاد میره جلو آینه، 1 ساعت ور میره بی خود. آینه داریم تا آینه. دوستان عزیز، در تصویر آتیش زدن دستمال کاغذی رو توسط موکل های بنده مشاهده می نمایید. یا امیش یا مجیر یا قنوت، یا امیش یا مجیر یا قنوت. واقعا آتیش گرفت، انگشترم چیزی نبود، دست بیان اومد ببینیم. مثل یه بار انگشترها رو چک کنیم با هم، از این انگشترها نبود که دود میدلاش میبینید اون سولاخا و مشکی ها. نمیدونم کنترل عنصر باد با علوم جادوگری
باد که طبیعیه، مگر اینکه درخت رو بیشتر تکون بده پشمام کنه. چه یه چند جا دیگه هم بگیره صدای باد، آخه این اصول باد باید بده که باد تو بگیره. کاجی نگو، این یه ذره عجیبه. عجیب بود. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، به نام نامی الله، استاد توفیق هستم، دعا نویس. دوستان اعلام حضور موکل در حمام، برای دوستایی که درخواست داده بودن الهی، به نام نامی الله، استاد توفیق هستم، دعا نویس. دوستان اعلام حضور موکل در حمام، برای دوستایی که درخواست داده بودن اعلام حضور موکل براشون بفرستم. الان بهشون گفتم که شامپو رو بندازن از بالا، اعلام حضور میکنن. یه لحظه ببینید. سمیعون راون و انو. نخ بود دیگه، تکونم خورد دستش میشه ازت کشید شده شد، اول شامپوه تکون خورد. خب گایز، اینم از دعا نویسی. خیلی باله، اصلا فضای مجازی واقعا خیلی باله و خیلی آدم های اومدن توش که باعث میشه دروغ و حقیقت رو سخت در کنی، آدم های واقعی و آدم های واقعا مجازی. ولی خوبه، به ما دنیا رو بیشتر معرفی کرد و باعث شد تجربه های بیشتری بدون این که بخوایم توش باشیم کسب کنیم و این خیلی به نظر من جذاب. لایک کنم تا سبتون رو، اگه دوست داشتید، اگرم دوست داشتید فدای چشمان از من. تا آخرین لحظه پای کسی که دوستش داری بمون، چون حسرت چیز خوبی نیست. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بوی. Ha 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 ha.